در دهه‌های 60 و 70 میلادی سراسر جهان به نوعی تحت تأثیر تفکر چپ و آرمان‌های نشأت گرفته از این ایدئولوژی بودند. سینما هم از این تأثیر بی بهره نبود. همین باعث شد فیلم‌های زیادی در سراسر جهان ساخته بشه که تو اون قهرمان داستان مبارزه می‌کرد برای عدالت گم شده. این موج به ایران هم رسید. گوزنان تو دوره‌ای ساخته شد که همه جهان راه رسیدن به عدالت رو تو مبارزه مسلحانه و شورش قهرمانانه می‌دید. امکان نداره کسی فیلم گوزنان رو با بازی بی‌نظیر بهروز وثوقی و فرامرز غریبیان ببینه و دچار احساسات نشه. حتی خود عوامل این فیلم هم در زمان ساخت این فیلم و در صحنه‌های فیلمبرداری بارها درگیر این احساسات شدن. تا جایی که گاهی فیلمبرداری مجبور به توقف و تکرار دوباره اون می‌شد. این فیلم جزء شاهکارهای مسعود کیمیایی و سینمای ایرانه. اما آیا واقعا فیلم سیاسی بود؟ چی شد که ساواک پایانش رو تغییر داد؟ سلام. من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفاً در ادامه با من همراه باشین تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. تاریخ رو به عقب برگردیم. همه چیز از لابلای گفتگوی بین مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی، نعمت حقیقی و اسفندیار منفردزاده در سال 1352 در ویلای بهروز وثوقی شروع شد. این گروه به طرح چند خطی رسیدن که این ایده و فکر بعدها سناریوی فیلم گوزها شد. سناریویی که تأثیر نگاه اسفندیار منفردزاده درونش کاملا محسوسه. بعد از این گفتگوی چند نفره و طرح اولیه قرار بر این شد که مسعود کیمیایی همونجا بمونه و سناریو رو تکمیل کنه. بقیه هم هر چند وقت یه بار به اون سر بزنن و مسعود کیمیایی هر چی رو که نوشته بود برای اونها بخونه و اونها نظراتشون رو بگن. حدود یه سال قبل از این گفتگو، یعنی مرداد سال 1351، احمد زیبرم یکی از اعضای سازمان چریکای فدایی خلق زمانی که ماموران ساواک تو یکی از محلات جنوب شهر تهران اون رو شناسایی کرده بودن به یه خونه پناه میبره و وقتی متوجه میشه ماموران در پی دستگیری اون اومدن، برای اینکه به ساکنین اون خونه آسیبی نرسه هر کاری انجام میده، اما در نهایت گلوله میخوره و زخمی میشه. قبل از دستگیری به رسم چریکای فدایان خلق با خوردن سیانور به زندگی خودش پایان میده تا به دست ماموران نیفته. گفته شده همین اتفاق دستمایه طرحی بود که فیلمنامه گوزنها بر اساس اون خلق شد. و از اونجا که منفردزاده ارتباط فکری و ایدئولوژیکی با سازمان چریکای فدایی خلق داشت، همینجاست که تأثیرش تو این سناریو کاملا محسوس میشه. اما دلیل انتخاب اسم گوزنها برای این فیلم چی بود؟ بهروز وثوقی در خاطراتش گفته در ابتدا قرار بود اسم این فیلم تیربارون باشه، ولی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان این اسم رو قبول نکرد و در نهایت اسم گوزنها انتخاب شد. مسعود کیمیایی هم در مصاحبه مطبوعاتی که دو روز بعد از اکران فیلم انجام شد دلیل انتخاب اسم گوزنها رو اینطور عنوان کرد. گوزنها حیواناتی هستند که در کودکی و نوجوانی شاخ ندارن و پاهای بسیار زشت و بدفرمی دارن. اما وقتی به سنین بزرگسالی میرسن با رویدن شاخهای بزرگ روی سرشان بسیار زیبا و خوشندام می شوند. این زیبایی وقتی اتفاق می افته که گوز به دوره بزرگسالی و بلوغ کامل رسیده. اما این دوره خطرناکترین دوره زندگی گوزن هاست. به خاطر داشتن شاخهای بلند دیگه امکان مخفی شدن رو ندارن و همین شاخهای اونها باعث می شه که شکارچیان به راحتی اونها رو شکار کنن. پس این بلوغ و زیبایی باعث مرگ اونها میشه. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. بیژن جزنی یکی از رهبران اصلی سازمان چریکای فدایی خلق که بعداً هم توسط ساواک کشته شد در زندان قصر نقاشی به سبک کوبیسم میکشه که اسم اون نقاشی رو سیاه گل میذاره. زمانی که به این نقاشی دقت کنیم گوزنی دیده میشه که یه شمشیر به دست گرفته و در میان تاریکی و ظلمت جنگل در حال فریاد زدنه. بیژن جزنی حدود یه سال بعد از واقعه سیاهکل این نقاشی رو تو زندان کشید و این نقاشی
اشاره کاملا واضحی داره به حرکت مسلحانه چریکای فدایی خر در جنگل‌های سیاه کرد. و از اونجایی که این داستان اساساً بر پایه زندگی و مبارزه چریکا ساخته شده بود، اسم این نقاشی برای این فیلم انتخاب میشه. گوزن‌ها در سال‌هایی ساخته و اکران شد که تحلیل و درک آدم‌های اون زمان مخالفت با شرایط موجود بود. سالهایی که جنبش جهانی مبارزه مسلحانه با قدرت‌ها شکل گرفته بود و ریختن خون و کشتن دشمن توده مردم بین جوان‌ها و طرز فکر جاری در اونها تقدیس می‌شد. در ایران هم ماجرای سیاهکل در 19 بهمن سال 1349 اتفاق افتاد و باعث شد هنر ایران به شدت تحت تأثیر این اتفاق قرار بگیره و اتفاقای زیادی تو هنرهای مختلف ایران مثل شعر، موسیقی، داستان و فیلم افتاد. سالایی که شعر شبانه شاملو دست به دست می شد و آهنگ جنگل داریوش رو دانشجوها تو کوی دانشگاه تهران می خوندن. نگارش سناریو توسط مسعود کیمیایی تموم شد و حالا زمان ساخت فیلم رسیده بود. مسعود کیمیایی قبل از هر چیز به سراغ مهدی میساقیه که قبل از اینم با هم سابقه همکاری در فیلم‌های خاک و بلوش رو داشتن رفت تا تهیه کنندگی فیلم رو به اون بسپاره و حالا سومین همکاری خودشون رو با هم شروع کنن. همکاری که البته آخرین همکاری اونها با هم بود. نه تنها آخرین همکاری اون دو نفر، بلکه آخرین همکاری مسعود کیمیایی و بهروز وثوقی. بعد از انتخاب و تعیین تهیه کننده به سراغ انتخاب بازیگران رفت. نقش اول سید رسول بود که بازیگری بسیار توانمند و حرفه‌ای احتیاج داشت. برای همین بهترین گزینه برای این نقش بهروز وثوقی بود که علاوه بر توانایی بازیگری که داشت از ابتدا در جریان کامل نوشته شدن سناریوی این فیلم بود و خودش هم تو این سناریو نظراتی داده بود. برای نقش قدرت هم فرامرز غریبیان که در فیلم خاک با مسعود همکاری داشت انتخاب شد. برای نقش فاتی همسر سید رسولم کیمیایی انتخابی متفاوت داشت و نصرت پرتویی بازیگری که از دل تئاتر بیرون می اومد و انتخاب کرد. در ادامه پرویز فنی‌زاده، عنایت الله بخشی، جهانگیر فروهر، محبوب بیاد، گرشا رؤوفی و نعمت الله گرجی و خیلی های دیگه به عنوان بازیگرای گوزن‌ها انتخاب شدن و نعمت حقیقی هم به عنوان فیلمبردار و اسفندیار منفردزاده هم به عنوان آهنگساز. لوکیشن اصلی این فیلم هم خونه قدیمی در کوچه پس کوچه های خیابون صفی علی شاه تهران انتخاب شد. حالا گوزن‌ها آماده شروع فیلمبرداری بود. منفردزاده هم که توسط ساواک در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان بازداشت شده بود، در روز اول فیلمبرداری این فیلم بعد از 2 ماه از زندان آزاد شده بود و از همین جا بود که برای ترانه این کار تصمیم میگیره از یه متل قدیمی و معروف و عامیانه به اسم گنجشکک اشیمشی استفاده کنه. حالا ببینیم سید رسول در فیلم گوزن‌ها کی بود. اگه به کارنامه هنری مسعود کیمیایی نگاه کنیم به وضوح میبینیم که این سید رسول در گوزن‌ها همون قیصره، ولی قیصری که یه تفاوت داره. قیصری که با فشار فقر و اختلافات طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی اومده و رسیده به فیلم گوزن‌ها، معتاد شده و گرفتار مواد تا جایی که حتی زنش دیگه اونو مرد نمیدونه. در واقع قیصری که روزی در یک اثر دیگه مسعود کیمیایی برای رسیدن به عدالت پاشنه کفش رو میکشید و میرفت سراغ برادران آقمنگل و اونا رو به سزای اعمالشون میرسوند و عدالت رو برقرار میکرد، توی چرخش همون قیصر اومده و در گوزن‌ها اسمش شده سید رسول و حالا برای به دست آوردن مواد به اسخر هروئین فروش التماس میکنه. سید رسول اما با اومدن قدرت به زندگیش به خودش میاد. کسی که در ابتدای فیلم میبینیم که حتی قدرت که زمانی دوست صمیمیش بوده رو نمیشناسه، با فیلم نامه درخشان مسعود کیمیایی در فیلم متحول میشه.
اما نقش سید که قرار بود بهروز وثوقی اونو بازی کنه، برای درک بهتری معتاد تصمیم گرفت به مدت بیشتر از 6 ماه درباره اونها تحقیق کنه. برای این کار با لباس مبدل و کهنه به محله‌های جنوب تهران مثل خیابون جمشید و شهر نو رفت تا از نزدیک معتادها و کارتون‌خوابها و تزریق‌ها رو ببینه و بتونه اون شرایط رو برای بازی بهتر از نزدیک لمس کنه. بهروز وثوقی در کتاب خاطراتش از اون روزها گفته وضعیت زندگی اونها بسیار منو اذیت میکرد و هر وقت میرفتم و برمیگشتم از ناراحتی نمیتونستم بخوابم یا چیزی بخورم و تا ساعتها و روزها شرایط روحی بدی داشتم. این آدمها رو فشار و بدبختی به این فلاکت رسونده. افرادی هستن که از اجتماع رونده شدن و واقعا نیاز به کمک دارن. چند بارم مواد مختلف رو اونجا امتحان کردم تا تأثیر اون موادها رو بر روی صورتم ببینم. حتی یه بار تو این امتحان کردنا نزدیک بود به خاطر تأثیر اون مواد روی قلبم جانم رو از دست بدم. من این کارا و تحقیقات رو کردم چون همش نگران بودم که اگه اون نقش رو نتونم خوب در بیارم سابقه من خراب بشه و مردم معترض بشن که چرا کاری که نمیتونستی رو انجام دادی. بازیگری در سینما این نیست که آدم فقط بره جلوی دوربین رو بازی کنه. باید برای این نقش خیلی تحقیق کرد. بهروز وثوقی با دیدن این افراد به نقش خودش نزدیکتر شد و باعث خلق سید رسول شد. عبدالله اسکندری گریمور این فیلم هم ایده جالبی برای کاراکتر سید رسول داد و خواست که پیش دندونپزشک برن و یه پروتز برای فک بالای بهروز وثوقی بسازن که دندونهای بالای اون یه مقدار جلوتر بیاد و باعث بشه به کسانی که اعتیاد دارن شبیه تر باشه. بهروز وثوقی برای فیلم گوزن‌ها جایزه بهترین بازیگر مرد رو از جشنواره فیلم تهران از دست شهبانو فرح پهلوی گرفت. بعد از پرداختن به بازی بی‌نظیر بهروز وثوقی، بهتره بریم سراغ بازی فوق‌العاده فرامرز غریبیان و نقش قدرت. قدرت در واقع میاد تا به سید رسول انگیزه بده که از شرایط اعتیاد جدا بشه و دوباره به همون مبصر قدرتمند کلاس تبدیل بشه. تا جایی که برای نمایش قدرتش مشت بکوبه به دیوار، اسخر صاحب خونه رو کتک میزنه و تهدیدش میکنه، اسخر هروئین فروش رو میکشه تا انتقام خودش و چند جوون دیگر رو بگیره و در آخرم میاد کنار رفیق قدیمیش و تو همون خونه میمونه. میاد تو اون خونه و جلوی ساواک مقاومت میکنه و کشته میشه. این کشته شدنش یه تفاوتی داره و اون انتخاب آگاهانه کشته شدنشه و نشون دهنده یه تحول شخصیتشه. و به قول خود سید رسول این مرگ قهرمانانه از زیر پل مردن بهتره. سید رسول نمیتونه دوباره قیصر بشه، اما با مرگش تلاش میکنه تا از ذلت خارج بشه و همه اینا رو از قدرت که رفیقش بوده داره. نکته جالب دیگه در رابطه با روسای فیلمبرداری این کار اینه که تو صحنه‌ای که سید داره بساط به قول خودش دواخوریش رو آماده میکنه، از یه جایی به بعد بهروز وثوقی در حال بداهه بازی کردنه که اصلا تو فیلمنامه و جز دیالوگ‌های اون نبوده. خودش شریف میکنه دوربین رو من بود و من داشتم از داخل پاکت وسایل بیرون میآوردم. اگه طبق فیلمنامه میخواستم بازی کنم حرفام تموم شده بود، اما آقای کیمیایی کات نمیداد. من هر چی که به ذهنم میرسید و گفتم، تا جایی که دیگه چیزی به ذهنم نمیرسید و به مسعود کیمیایی گفتم چرا کات نمیدی؟ اونم در جواب گفت انقدر خوب بودی و طبیعی میگفتی که دقیقاً خود سید رسول بودی و دلم نمیومد کات بدم. من اصلا متوجه نشدم که این قسمت ها در فیلم نامه نیست. اون در ادامه گفته دوجا در فیلم برداری گپستان ها گریم گرفت و مجبور به قطع فیلم برداری شدن. یکی در صحنه ای که سید رسول در تئاتر لاله‌زار به هنرپیشه ی همبازی فاتی التماس میکنه که بذاره جلوی فاتی بزنه تو گوشش، جایی دیگه هم صحنه ای که سید رسول خماره و به اسقر مواد فروش التماس میکنه و میگه اگه دست خالی و خمار برگردم فاتی امیدش رو ازم میبره. در نهایت فیلمبرداری گوزن‌ها اوایل پاییز سال 1353 تموم شد. برخلاف اصرار مهدی میثاقیه که میخواست باز هم چنگیز جلیلوند جای بهروز وثوقی صحبت کنه، استاد علی کسمایی که مدیر دوبلاژ سینمای ایران در اون زمان بود مخالفت میکنه و از صدای خود بهروز وثوقی برای این نقش استفاده میکنه. به جای کاراکتر قدرت با بازی فرامرز غریبیان هم حسین عرفانی صحبت میکنه.
گوزها دیگه آماده پخش شدن و اکرام بود. پوستر بی‌نظیرش هم توسط مرتضی ممیز طراحی شد. اولین اکران گوزها ششم آذر سال 1353 در جشنواره فیلم تهران و تو سینما رودکی انجام شد. و اکثر بیننده های این فیلم یا اهالی مطبوعات و سینما بودند یا دانشجوهای پرشوری که تازه با افکار سیاسی و چپ و توده آشنا شده بودند. در از چند دقیقه سالن سینما چنان پر شد که خیلی ها ایستاده این فیلم رو تماشا کردن. این فیلم با استقبال بسیار زیاد بیننده ها روبرو شد تا جایی که در انتها بهروز وثوقی و مسعود کیمیایی که در سالن بودن روی دستشون بلند کردن. اما این استقبال به مذاق ساواک خوش نیومد. فردای همون روز تو سینما پارامونت که تو تقاطع خیابون ولیعصر و طالاقانی قرار داره، فیلم با حضور بهروز وثوقی، مسعود کیمیایی و اسفندیار منفردزاده برای بار دوم نمایش داده شد و باز هم با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. از فردای اکران تو سینما پارامونت، ساواک شروع به مخالفت با فیلم و عوامل فیلم کرد و روزنامه ها هم به طرز عجیبی هیچ نقد و خبری درباره گوزها منتشر نمی کردن و کلا فیلم در سکوت خبری بود. مهدی میثاقیه و مسعود کیمیایی هم توسط ساواک احضار شدند. خواهر مسعود کیمیایی بعدها در مصاحبه‌ای در این باره گفته مسعود توسط ساواک طوری کتک خورده بود که خونریزی کرده بود. بهروز وثوق هم به اداره سلطنت آباد ساواک احضار میشه. خود بهروز در خاطراتش گفته من مستقیما تهدید به مرگ شدم. در اونجا بعد از کلی معطلی شخصی به من گفت اگه میخوای زنده بمونی دیگه از این فیلم‌ها بازی نکن آقای وثوقی. اما تهدیدهای ساواک به اینجا ختم نشد. اون از مسعود کیمیایی خواستن 20 دقیقه از فیلم مجدداً فیلم برداری و ساخته بشه و خود ساواک اون رو کارگردانی کنه. ساواک از اون رو خواسته بود که اول از همه در صحنه‌ای که در ابتدای فیلم قدرت از ماشین دوستاش پیاده میشه دیالوگی به فیلم اضافه بشه و قدرت به دوستاش بگه من دیگه با شما دزدی نمیام. این یعنی شخصیت یه چریک مبارز به یه دزد تبدیل بشه. صحنه دوم صحنه ای بود که اصغر صاحبخانه گوسفندایی رو به حیات خونه میاره که این صحنه کاملا از فیلم حذف میشه. صحنه ای از فیلم که خانم پولداری در حال پخش گوشت قربونیه به دلیل نمایش دادن اختلاف طبقاتی حذف میشه. اما مهمترین قسمت تغییرات سکانس نهایی فیلم بود که دیالوگ‌ها کاملا تغییر کرد و دیگه از اون مرگ حماسی سید و قدرت در پایان فیلم خبری نبود. در آخر هم که با تسلیم شدن قدرت کنار سیدی که خودش اونو زخمی کرده بود و دیالوگی که میگفت خدا کنه بیرون بیاد و با همکار شرافتمندان ای رو شروع کنن، این فیلم به پایان میرسه. بعد از این تغییرات در نهایت فیلم در 8 بهمن سال 54 اکران شد و باز هم مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت. روزنامه کیهان ادعا میکنه در تهران فیلم گوزنها 2,600,000 تومان فروخته شده که اون زمان پرفروشترین فیلم سال شد. اما یکی از اکرانهای فیلم گوزنها تبدیل شد به یه فاجعه. فاجعه‌ای که در خاطره جمعی همه ایرانیان خیلی تلخ موندگار شده. شبی که سینما رکس آبادان در آتش سوخت، مردم آبادان داشتن برای غیرت سید رسول دست میزدن و هورا میکشیدن. داشتن گوزنا رو می دیدن که سینما براشون جهنم شد. آتشی که توسط انقلابیون برپا شد و اونا فکر می کردن مخالفت ساواک با گوزنها بهانه خوبیه برای انداختن تقصیر گردن ساواک و سرعت بخشیدن به انقلابشون. اما در واقع این اتفاق منجر به کشته شدن 600 نفر انسان بیگناه شد. بعد از انقلابم در 24 مهر سال 1358، نسخه کامل و واقعی فیلم گوزنها برای اولین بار به اکران عمومی رسید. و تا سال 62 این فیلم تو شهرهای مختلف اکران شد و همچنان با استقبال زیادی مواجه. استقبالی که فقط به اون سالها ختم نشد، بلکه تا به امروز هم ادامه داره. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال من بشین و از پست‌های بعدی من با خبر